امروز بانک‌ها توی شهر مثل قارچ‌ها توی جنگل میمونن. اگر به دور و بر خودمون نگاه کنیم قطعاً به شعبه یکی دو تا از این بانک‌ها برمی‌خوردیم. اصلاً شاید تکرار همین دیده شدن‌ها باشه که باعث شده کمتر به فلسفه وجودی بانک‌ها فکر کنیم. توی این قسمت می‌خوایم نگاهی داشته باشیم به مفهوم بانک و علل پیدایش این نهادهای ثروتمند هر جامعه. ریشه بانکداری به معنای امروزه اون برمیگره به دوره رنسانس و شهرهای مثل ونیز و فلورانس، جایی که خانواده پرودی و باروزی در اواخر قرن 14 با توسعه شعبات بانک‌ها این نهادها را در سراسر اروپا گسترش دادند. در حدود قرن 12 میلادی ونیز از مهمترین دولت شهرهای ایتالیا بود. غالب مردم این شهر مسیحی بودند و گروه کوچکی از یهودیان بین اونها زندگی سختی رو داشتند. مثلا اونا مجبور بودن توی محلهایی به نام گتو اقامت داشته باشن و اگر قرار بود بیشتر از 2 هفته در شهر ونیز بمونن باید از کلاه یا شنل زردرنگ استفاده میکردن تا نسبتی به بقیه شناخته بشن. حالا سوال اینجاست، چرا مسیحی های ونیزی این گروه کوچکی از یهودی ها رو تحمل میکردن؟ بر اساس آموزه های مسیحیت یک مسیحی اجازه گرفتن ربا رو نداره، همینطور اجازه نداره وام با بهره به دیگران بده. از طرف دیگه یهودی‌ها بر این باورن که اونا نباید به یهودی‌های دیگه ربا بدن. در نتیجه اونا میشستن توی ونیز و به مسیحی‌ها وام میدادن. اونا در توجیه گرفتن بهره اینطوری میگفتن که ما وقتی داریم پولمون رو به شما قرض میدیم تضمینی برای برگشتنش وجود نداره. مثلا ممکنه من به یه تاجر پولی رو قرض بدم و کشتی اون تاجر غرق بشه و من هیچ وقت به پولم نرسم. سازوکار ربادهی تو پیاده‌روهای مثقف شهر ونیز رقم می‌خورد. یهودیای رباخوار روی صندلی‌های خاصی می‌نشستن به اسم بانکو. بانکو ریشه ایتالیایی همون کلمه‌ایه که در طول سال‌ها اکنون به کلمه بانک تبدیل شده. یهودی‌ها با تأسیس بانک ربادهی خودشون رو سازماندهی کردن. اونا برای تأسیس بانک‌ها 2 تا دلیل عمده داشتن. اولا چون کسب و کارشون محدود بود، اونا اگه به یه نفر وام میدادن و اون فرد نمیتونست قرضش به یهودیا پس بده، اونا دچار ضرر میشدن. دوما این که اونا چهره منفوری تو جامعه خودشون داشتن، چرا که اگه یکی نمیتونست پولشون رو پس بده میریختن سرش، حسابی خجالتش در میومدن. اینجا بودش که اونا احساس نیاز به سیستمی کردن که اولا بتونن کسب و کارشون رو توسعه بدن تا سود بیشتری ببرن و همین که چهره منفور خودشون رو تاثیر کرده باشن. در نتیجه در اواخر قرن 15 اصلی ترین ارائه دهنده خدمات مالی و اعتباری یعنی یهودی‌ها تجارت خودشون از گتوها بانک‌ها گسترش دادن و بانک‌ها را در سراسر اروپا تأسیس کردن. بانک‌هایی که امروزه دور تا دور ما رو فرا گرفتن ریشه در مفاهیمی دارن که نه تنها در ادیان الهی مورد سرزنش واقع شده، بلکه فرهنگ و اخلاق عمومی مردم هم پذیرای اونا نیست. یک تحقیقات میدانی کوچیک به ما عمق نفوذ بانک‌ها در شهر رو نشون میده. به عنوان مثال در یکی از خیابانات اصلی تهران حد فاصله میدان آزادی تا میدان امام حسین بیش از 107 شعبه بانک وجود داره که این خودش حکایت از نفوذ بانک‌ها در شهر داره.